سلام دوستان، طرفداران برند شیائومی خط تولید پوکو رو به خاطر تولید گوشی‌های فلگشیپ کیلر یا همون قاتلین پرچم‌دار می‌شناسن. اما مدل‌های میان‌رده خوبی مثل پوکو M3 هم تولید می‌کنن که هم قیمتش مناسبه، هم ویژگی‌های خوبی مثل باتری عالی و صدای استریو داره. اگر در مورد این مدل کنجکاو هستین، با نقد و بررسی شیائومی پوکو M3 با ما در 19 کالا همراه باشید. طراحی این مدل. با اینکه پوکو M3 یه مدل اقتصادیه، ولی در نگاه اول حس خیلی خوبی بهتون میده. بدنه یه اون پلاستیکیه و خبری از جلوه شیشه ای نیست و بافتی شبیه به چرم داره. ماژول دوربینم به همراه لوگو پوکو درون یه قاب جداگونه یه براق قرار گرفتن. وزن این گوشی نزدیک به 200 گرم، اما خب خوش دسته. سنسور اثر انگشتش کنار گوشیه و درگاه اختصاصی برای کارت حافظه داره. پوکو M3 توی سه رنگ زرد و مشکی و آبیه که رنگ زرد اون واقعا زیبا و بی‌نظیره. به نظرتون پوکو M3 نمایشگرش چطوریه؟ توی قسمت جلویی پنل IPS LCD بزرگ 6.53 اینچی با رزولوشن 1080 پیکسلی داره که با گوریلا گلس 3 پوشیده شده. نمایشگر 1080 پیکسلی تو این رنج قیمت واقعا یه آپشن جذاب برای این گوشی که محتواهای ویدیویی رو شارپ نشون میده و کنتراست رنگی خوبی داره. حد اکثر میزان روشنایی نمایشگر هم کافیه و توی نور زیاد روز میتونه یار و همراه شما باشه. ویژگی شگفت‌انگیز دیگه یه پوکو M3 باتریشه. این گوشی به لطف باتری 6000 میلی آمپریش عملکرد بی‌نظیری داره. نسخه فست شارژ اون هم 18 واته و برای شارژ 0 تا 100ش به حدود 2 ساعت و 40 دقیقه وقت نیاز داره. درست تایم زیادیه، ولی اینو بدونید که با فول کردن شارژ گوشی ساعت‌ها دیگه به شارژر نیاز ندارید و اگر هم کم مصرف باشین حتی تا 2 روز نیاز به شارژ مجدد نیست. سخت افزار و نرم افزار به چه صورته؟ اندروید 10 و رابط کاربری MIUI 12 پکیج نرم افزاری این گوشیه. سخت افزار اصلی و تراشه اون اسنپ‌دراگون 662 با فناوری 11 نانومتریه و از اون دو نسخه 128 و 64 گیگابایتی موجوده و میزان رمش هم 4 گیگابایت در نظر گرفته شده. قدرت این گوشی در مقایسه با همرده های خودش بیشتر و بهتره، ولی ممکنه گاهی، نه همیشه، توی اجرای برنامه های سنگین و بازی های گرافیکی کم بیاره. ولی اگه تنظیمات گرافیکی بازی رو کم کنید، گیم روونتر اجرا میشه. اما به طور کلی پردازنده اسنپ‌دراگون 662 در دل این مدل میتپه و برای عملکرد روزانه بسیار موفقه. دوربین این گوشی رو با هم ببینیم. دوربینی سگانه است و لنز اصلیش هم مثل اکثر میان‌رده‌های بازار 48 مگاپیکسلیه. سنسور تشخیص عمق و لنز ماکرو هم 2 مگاپیکسلیه. سلفی 8 مگاپیکسلی هم به صورت ناچ قطره‌ای مهمونه نمایشگره. دوربین این گوشی به خاطر لنز ماکرو نمای نزدیک‌های فوق‌العاده می‌گیره و جزئیات زیادی رو تو تصویر نشون میده. کنتراست تصویر بالاست و خروجی نهایی هم شفاف و دقیقه. سنسور تشخیص عمق هم برای ثبت تصاویر پورتره است و با تشخیص درست سوژه بک‌گراند رو بلور میکنه. لنز اصلی چه توی نور روز چه توی شب عکسای با کیفیت میگیره که از نظر ارائه رنگ، آشکارسازی جزئیات و وضوح و شفافیت تصویر امتیاز خیلی خوبی داره. همونطور که توی عکس می‌بینید، رنگ‌ها رو زنده‌تر و طبیعی‌تر نشون میده و کلیت عکس برای عکاسی با موبایل ایده‌آله. و اما نتیجه، باتری حجم عالی، نمایشگر با کیفیت، دوربین 48 مگاپیکسلی، نقاط مثبت این گوشی توی این رنج قیمته که در کمتر گوشی‌های میان رده دیده میشه. از نظر قدرت هم گفتیم که برای برطرف کردن نیازهای عادی روزانه و حتی بازی کردن مدل مناسبیه. ولی خب نمیشه ازش انتظار اجرای بدون نقص بازی‌های خفن گرافیکی رو داشت. و اگر خواستین روان‌تر بازی کنید، سطح گرافیکی و فریم ریت کمتری رو انتخاب کنید. اگر دوست داشتین کانال 19 کالا رو در توییتر دنبال کنید، کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، پست های اینستاگرام رو لایک کنید و برامون کامنت بذارین و حتما ویدیوهای ما رو در آپارات تماشا کنید.